این مسجد جامع در جماعت دهاتی به نام رودکی واقع بوده، یکی از کلانترین مسجدهای ناحیه واسه است. این مرد نورانی سرخطیب همین مسجد عبدالغفور نام دارد. او 35 ساله است، اولادار، صاحب 4 نفر فرزند میباشد. هر یک سرپرست خانه، هر یک پدر و مادر در خانه همچون یک پاسبان، همچون یک چوپان، اینجا پیغمبر صلی الله علیه و آله مثالی آورده اند، یعنی مسئولیت گران دارد پدر مادر در تعلیم تربیه فرزند، که از نگاه شریعت یعنی فرزندها را از خردی، از آوان مثلا طفلی تربیه درست راهنمایی کردن در کار است. وظیفه هر یک پدر مادر مسئولیت است. و در این حدیث مبارک هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که شما مسئول هستین، یعنی مسئول هم تربیه و اخلاقی دینی اونها را خوب کنی، هم تربیه و اخلاقی دنیوی اونها را. در تربیه اخلاقی جامعه اویله موقع مهم دارد. در مسجد ما با عبدالغفور اطراف این موضوع مبرم روز اوید مناسبت دین و اویله صحبت نمودیم. با سوال تنظیم اویله از نگاه اسلام او چنین جواب داد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث های مبارک پیام کردگی هستند. از جمله میگه که وقتی که طفل پی در پی می شود، یعنی هر ساله می آید، همون مادری که برای فرزند باید شیر بدهد تا 2 سال یا 2.5 سال، در آیه قرآن هم آمده است، در کتاب های فقه هم هستند، که اگر فرزند در همین آوان طفولت در تا 2 سالگی تا 2.5 سالگی مثلا، اگر مادر با دوم باره در دوامی سال حامله می شود، اون شیری که به این طفل می ته این علاقه ضرر است. از نگاه اسلام این هم مثلا درست نیست، که باید فاصله باشد، حداقل 2 سال 2.5 سال تا 3 سال مثلا این فاصله ها باشد. حامله داری بنقشه اسقاط حمل نظر اسلام به این چگونه است؟ این سوال می باشد که بسیاری ها این را فهمیدن می خواهند. از نگاه اسلام اسقاط حمل اکو چقدر مثلا ضرور نباشد، نباید کرد همین کار را. اگر از برای مثلا رزق او ترسیده کرد که این از برای رزق کرده باشد که ایرما چخیل می خوان و می پشانمش، اینش در خطا میکنه. رازق الله هست، به همین خاطر از برای رزق بترسه این کار را باید که نکنه. لکن از حسابی از جهتی مثلا بیماری باشد، در این صورت اسلام رخصت میده که در حالت ضرورت از تا چهار ماه نشیده را باید بکنش، نه که از 4 ماه بیست گذشت علاکه روح در بدن طفل دمیده می شود، از جانب الله رب العزت در این صورت گناهکار می شود. صحبت را ادامه داده آسان حولی مسجد گذر می نمویم. راه و راه منظره های زیبا را دیده از گل و زیبایی شفت راه روی مسجد چشم بیننده آب می خورد. اسلام زیبایی را می پرستد، می گوید عبدالغفور، اویله هم باید سالم باشد. فرزند ای هم نعمت پروردگار، هم امانت الله ای برای بنده. باید که پدر مادر هم در این نعمت کفران نعمت نکنه، هم در امانت خیانت نکنه. که در اسلام مثلا فرزندی که اگر یک تا باشه و با ایمان باشه و با اسلام باشه و با ناموس باشه، این خوبتر افضلتر است از تو 10 فرزندی که بی تربیه هست و مثلا خداش هم میشناسن، نه احترام پدر مادر داره نه دیگر. منزل استقامتی عبدالغفور در دهه همسایه دهه قینر واقع می باشد. از این مسجد قریب 8 کیلومتر دور واقع است. دامولا با والدانش عمر به سر می برد. در خانه او را انتظارند. او را فرزندانش استقبال می گیرند. آیشه سید احمد، خدیجه و 3 دختر و 1 پسر برای پدر همهشان برابر هستند، می گوید پدر. فرزند همش فرزنده. فرزندی که چی دختر باشد چی پسر، خداوند اگر برای او اخلاق حمیده عطا کند، تربیه خوبش کنی، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هم میگوید که هر کسی که اگر 3 دختر را در جمع اصحاب گفتند که 3 دختر را اگر تربیه کند، تربیه درست خاندار کند، به وای برساند، این پدر و مادر میگه از اهل جنت است. عبدالغفور برای تحصیل فرزندان همه شرایط ها را مهیا کرده است. اوشه در صنف 3 تحصیل دارد. پدر می خواهد که فرزندانش هرچی بیشتر سواد آموزند. همش بهاش 4 و 5 هست. به یکون مقصد تعریف 4 و 5 داره همش. مقصد علمی دنیاویشان هم خوب است. الحمدلله ای خیلی که ما هممون که پدران و بابامون همه ویله روحانی تربیه یافتگی هستیم. ای شریعت اسلام هم با خبر هستند.
Абдуғафор аз одатҳои бад парҳез аст. Ӯ ҷонибдори тарзи ҳаёти солим аст. Варзиш доимо ӯро сиҳату саломат нигоҳ медорад. Оила интихоби хидмаи розиги падар модар қади. Розиги падар модар дар ҳаёт дар зиндагӣ шарт ва зарур аст. Падари Абдуғафор Ҳоҷи Убайдулло аст. ӯ 8 нафар фарзандро тарбия намуда ба камол расонидааст. Мисли Абдуғафор ҳамаашон манфиаташон ба ҷомеа мерасад. Абдуғафор аз падар ҳамин тавр тарбия гирифтааст. یار ای خودی خونه فرزند میگیره ای پدر مادر رفتار و گفتار و گشتار و کردار همرا میبینه بچه روز بعد که کلون شدن گره میبینه که میگه چیکار کردن چیکار کردن در کو عبدالغفور خودی می دین هم باشد به قدر آب و زمین میرسد برای رزق روزی اویلا مهنت میکند از خطه زمین نزدیک اولگی منزل استقامتیشون سه حاصل میگیرند عبدالغفور همین طرف فرزندانش را در همین روحیه تربیت مینماید.